السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، الحسین الشهید المظلوم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام به تو و همه روانهای پاک و پاکیزه‌ای که به آستان تو فرود آمدند. از روز عاشورا، از اشرف و موسی و جاودان فروخا تا شش و هفت مرداد در خاک خودت. از قتل‌عام زندانیان دست بسته ما به حکم خمینی ضد بشر تا همین امروز. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیه. لعنت خدا با آنانی که پایه و اساس ظلم و ستم بر علیه تو و مجاهدان گذاشتند. لعنت را و مزدورانش و همدستانش و پشتیبانانش. لعن الله امتا قتلت خدا. لعنت خدا بونهایی که بر روی تو و مجاهدان تیغ و شمشیر کشیدند و شلیک کردند. ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. آنهایی که اسباب کار را آماده کردند، تبلیغ کردند، زمینه ساختند، راه را هموار کردند، جاده را صاف کردند، کم یا زیاد. و چه سعادتی بالاتر که امروز مجاهدان تو سرفراز برای تو الالله پناه میبرند و بیزاری میگویند به جانب خدا و الیکم، به جانب تو و جبهه تو و اردوگاه تو. من هم و من اشیاء از مرکجان حق ستیز و مزدورانشون در همین عراق و اتباعهم و اولیائهم و پشتیبانانشون و تحت امرشون. یا ابا عبدالله اینی سلمون لمن سالمکم. این صدای مجاهدین است در صلح و صفا با هر کسی که با تو در صلح و صفا باشد. و حربون لمن حاربکم و در جنگ و ستیز ابدی و دائمی با مرتجعان حق ستیز حاکم بر ایران برای سرنگونی اونها الى یوم القیامه روز رستاخیز. لعن الله آل زیاد و آل مروان و آل خمینی. لعن الله بنی امیه و بنی خمینی عاقبت. ولعن الله ابن مرجانه، ولعن الله عمر ابن سعد، ولعن الله شمر، ولعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت لقتاله. اونهایی که اسب زین کردن زره بوش از روی مجاهدان تو عبور دادن، به جانب اونها شلیک کردن. اینا گلوله. اونها رو در دخمه بردن، گروغن گرفتن، آسیب رسوندن و شکنجه کردن.
آزادی و به جانب حاکمیت مردم ایران، برای رهایی از ستم رژیم پلید آخوندی، از هر شرک و کفر و ارتجاع، جرثومه جاهلیت و بربریت. و خطاب به مولای من در روز اول محرم، ولی یون لمن والا کن، عدو لمن آدا کن، در حضور دوستی و فروتنی با هر کس که با تو و در جبهه تو و در ستیز و دشمنی با هر آن کس که با تو و ارزش‌های تو که ارزش‌های پیامبر جاودان آزادی است ستیزه می‌کند. اللهم ان هذا یوم تبرکت بهی بر ممیه، در زیارت عاشوراست، روزی که در اون میمونوار و با سخافت شادی کردن قتله سید الشهدا و ابن آکلت الاکباد اللعین و بنو خمینی اللعین ابن اللعین علا لسان کر لسان نبی یک، نعمت بر اونها از سوی خدا، از جانب خدا و رسول خدا و ائمه خدا. اللهم الان الاصابه التي جاهدت الحسين والمجاهدين، خدای اون گروه و دستجاتی رو که همچون شمر و یزید و خمینی و تابعان و مزدوران اونها در هر کجا و در هر سرزمین بر روی حسین و مجاهدانش و رهروانش و شیعیانش و مجاهدانش تیغ و تبر کشیدند، به لعنت ابدی و نفرین دائمی گرفتار کن. اصابت التي جاهدت الحسين والمجاهدين و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله و قتله، همراهی کردند، گام برداشتند، شلیک کردند، داس و تبر زدند بر قتل او و مجاهدینش. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى مجاهدين الحسين. بله بله، این جنایت ها، این فضاحت ها و این کارهای کثیف و رذیلانه چیزهایی نیستند که در تاریخ ایران و در تاریخ عراق فراموش بشوند. نخواهیم گذاشت، هرگز نخواهیم گذاشت. حسین ای سرور شهیدان، سلام بر تو و یارانت که در عصر جهل و بندگی نخستین فروغ جاویدان رو برافروختید و در رفیع ترین قله هدایت انسان آتش به پا کردید. شهادت می دهم که تو و یارانت، اونهایی که شرافت درک مقام و رهبری تو رو داشتند، از هر آنچه که خدا وظیفه شما قرار داده بود ذره ای فروگذار نکردید. پس نفرین باد بر دستجات و بر گروه ها و بر آن نظام و رژیمی که حق تو رو ضایع کرد و به قتل تو کمر بست. بر اونهایی که تو و یارانت رو کشتند، اونهایی که بر این ستم تمکین و سکوت کردند، اونهایی که به تو برچسب زدند، اونهایی که تو رو خارجی خوندند، اونهایی که تو رو اهل قدرت قلمداد کردند. آه نفرین شدگان،
کجا هستند؟ اینجاست حسین و خانواده او و پسرانش و برادرانش و پسران برادرانش و یارانش و خانوادش. نفرین بر آنان که قتل عام حسینی رو شنیدند و بر آن رضا دادند. پس از اونها، از همدلان، هم نفسان و متحدان و همسویان تاریخیشون عمیقا بیزاری میجوییم. هرگز مباد که از راه تو قدمی به انحراف برداریم. تا دنیا باقی است، نسل مجاهدین با آن کس که با تو در جنگ و ستیز بوده و ارزش های تو رو پامال و نقض میکنه، در ستیز و پیکار خواهند بود و با هر آن کس که با تو و ارزش های تو در صلح و یک پارچگی است، هم دل و هم سو و هم قدم و هم جهت خواهیم بود. علیکم آثار الله. مرگ بر خمینی. خون قصاص ناشده که همچنان جاری است. خدایا می‌خواهیم که در پیشوا و فرمانده تاریخیمون شسته و تطهیر بشویم و در او و با او برای خودمون سرمایه بیاندوزیم. چه شکرگزاری و آرزوی بالا بلندی. روزی من بکن، مرزبندی با دشمنان خودت، دشمنان خلق و خالق. ان یجعلنی معکم، میخوام که با شما باشم. فی الدنیا والآخره، و ان یثبت لی عندکم قدم صدق، قدم صدق من رو تثبیت کن. لشکر تو، رزمندگان تو، کسانی که نفسها و جانهاشون رو برای رضای تو ارائه و تقدیم کردند، خدایا اینان مجاهدینند. انهم حزبک و جندک والذین یشرون انفسهم ابتغاء مرضاتک، برای تو و رضای تو و خوشنودی تو. والذین یبلغون رسالاتک، رسالتهای تو رو تبلیغ میکنند. والذین لا معبود لهم سواک، والذین لا معبود لهم سواک. بار خدایا این زنان و مردان، این مجاهدان و این رزماوران رو در کنف حمایت خودت بگیر. اونها رو هر روز شکوفاتر، پرقدرتتر و رزماورتر کن. آنچنان که با تبعیت از پیشوا و فرمانده تاریخیشون حسین ابن علی در کشاکش‌ها، در محنت‌ها، در ابتلاعات و حتی در بهبوهای مصیبت‌ها مشتاق‌تر، جانانه‌تر، دست‌افشان و پاکوبان غزل‌خوانان
در آستان حسین و علی فرود بیایند. آمین. به اونها این توانایی و آمادگی رو عطا کن که هر توطئه‌ای رو از جانب دشمن خودت و دشمن خودشون در هم بشکنند. خدایا حتی در میان شر و بدی چنان کن که اونها بتوانند خیر عظیم بدروند. پخش مشروع در پایان اخبار. سلام بر تو ای خون خدا، سلام بر تو ای خون انقلابی خدایی، و ای یگانه و ممتازی که انتقام خون تو پس ناگرفته است. سلام بر تو و بر روانهایی که به آستان تو فرود آمدند، همانها که ولی فقیه صفاک و جبار، خامنه ای، دعی ابن دعی، آنها را بین ندامت و توبه سفیانی و لجن پراکنی علیه مجاهدین از یک سو و تناب دار از سوی دیگر مخیر کرد. بیچار شب پرستان نمی دانند که ناخواسته بر انگیزه و ظرفیت و ذخیره کارزارهای پیاپی سرنگونی رژیمشان می افزایند. روز بزرگ عدالت و آتش فشان خشم خلق نزدیک می شود. بشخیمان و مزدوران در هر کجا که باشند گریزی نخواهند یافت. مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی دندان کینه بر جگر شعله ور می سایند. روز قیام فرا خواهد رسید. ابوالفضل علمدار مجاهدین راحت را در همه زندانهای آخوندی، در سنگرها و مواضعشان، در سراسر میهن اسیر سرسخت و استوار نگهدار. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. عاشورا در اشرف سه، 19 شهریور 1398. سلام بر حسین، سرور و سردار شهیدان. همه شهیدان تاریخ آزادی و همه جاودان فروغ‌های حریت بشری. خون خدا، پاره تن و زاده آرمانی رسول خدا علی مرتضی و فاطمه زهرا، برترین بانوی دنیای رهایی. سلام بر توی شورشگر بزرگ تاریخ، ای روح عصیان و ناآرامی در هر زمانی. سلام بر توی پیشوای تاریخی ما، ای الهام بخش ما برای مقاومت به هر قیمت.
ای راهنما و انگیزاننده سرکوب شدگان برای سرنگونی کاخ استبداد و دین فروشی. از گیرودار نبرد عاشورا خروش سرور شهیدان به گوش میرسد که هیهات من الذله، هیهات از ذلت، هیهات از عجز و تسلیم و بندگی. بله، هیهات من الذله و الموت اولا من رکوب العار. مرگ سزاوارتر از ننگ زانو زدن است. این فراخوان دائما تکرار شونده خطاب به انسان است که تو محکوم نیستی، تو می توانی تعادل نابرابر را واژگون کنی. ای انسان، وقتی در سخت ترین اوضاع همه چیز تیر و تار است، نور امید و آینده در اراده جبر شکن توست. واقعیت آن نیست که در سطح و ظاهر دیده می شود. واقعیت بالاتر حتمیت رهایی و پیروزی انسان است. امام حسین می گوید هر زنده‌ای راه مرا می رود، راه تکامل و رهایی، و این مسیر و نقش مسیر آنهایی است که به جبرهای زمانه و اجبارات بندساز تن نمی دهند. به آنچه ملأ و محیط سیاسی و اجتماعی دیکته می کند تن نمی دهند و شورش می کنند، می جنگند، سر می دهند و جان می بازند. و زندگان حقیقی همانهایی هستند که به قول قرآن از جانب خدا و از جانب پیامبر و پیام‌آورانش به چیزی فراخوانده می شوند که آنها را زنده می کند و آنها به این فراخوان پاسخ مثبت می دهند. به فراخوان قیام و خیزش، به درهم شکستن زنجیرها، به شکستن بت‌ها، به درهم کوبیدن قلعه و ناخدای استبداد. این روایت خدای آزادی است. این است آنچه حماسه عاشورا فرا راه جهان بشری قرار داده است. حیات طیبه، زندگی حقیقی، زندگی آزاد از همه جبرها و اسارتها. و این است گوهر درخشان قیام حسینی و فلسفه فدای تمام عیار او. و به قول مسعود، هر قدر که خونی نافذتر، مؤثرتر، قیمتیتر و بالاتر باشد، تکامل از آن بیشتر تغذیه می کند. خلاص، تکامل و اعتلا و جاودانگی است. وقتی که دیو تنوره می کشد، وقتی که دشخیم سر از پا نمی شناسد، رمز ماندگاری و اعتلا کلمه فداست. و حسین فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل و توحید و انقلاب رهایی است. خون حسین می‌جوشد، مسعود می‌خروشد. خون حسین می‌جوشد، مسعود می‌خروشد. خون حسین می‌جوشد، مسعود می‌خروشد. امام حسین پیامبر جاودان آزادی، حیات آدمی را در دو کلمه، در عقیده و جهاد، در آرمان و مجاهدت بیان کرده است. می توان این دو کلمه را مخصوصاً از تاریخ معاصر ایران برداشت و آن وقت به نظاره نشست که راستی چه چیز باقی می ماند. راستی چه چیزی و چه کسی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به عنوان مهیب‌ترین هیولای تاریخ ایران به نقطه امروز رسانده است؟ آیا همه اینها بدون دریای رنج و خون و بدون آرمان و بدون مبارزه و جهاد امکان پذیر بود؟ امام حسین در یکی از مشهورترین سخنرانی‌های خود در مکه
خطاب به روشنفکران و شخصیت‌های صاحب نام برای فراخوندن اونها به ایفای مسئولیتشون، شرایط عمومی جامعه اون روز رو چنین توصیف میکنه: اینک ظالمان در هر شهری گوینده از جانب خود بر منبر دارند و این سرزمین پایمال آنهاست، بر همه جای آن دست گشاده اند، مردم برده آنها و در اختیار آنانند، بر ضعفا و ناتوانان به شدت فشار می آورند. پیمانها و هشدارهای رهایی بخش پیامبر تحقیر شده است و نابینایان و ناشنوایان و زمینگیران را در شهرها به حال خود رها کرده اند. بله، مصیبت‌ها و تباهی‌های اجتماعی که امام حسین را به خشم آورده بود نتایج حاکمیت یک رژیم ضد مردمی و تبهکار است. راستی امروز امام حسین درباره ایران آخوندزده و خمینی گزیده چه میگوید؟ پیام اون از 14 قرن پیش امروز به گوش ما میرسد. در مورد ویرانگری ها و جنایت های آخوندها که ایران رو به تباهی و درماندگی دچار کرده اند چه میگوید؟ در مورد اکثریت عظیم مردم در روستاها و شهرها که در گرداب فقر و محرومیت اسیرند چه میگوید؟ و درباره گرسنگان، درباره کارگران و زحمتکشان بی حقوق، درباره اونهایی که چشم و کلیه خودشونو میفروشن، درباره زنان زندانی و احکام قرون وسطایی، درباره کارگران و معلمان زندانی، درباره ارعاب و سرکوب وحشیانه، درباره قربانیان بی سرپناه و بی خانمان که در زلزله و سیل همه چیز خودشون از دست دادند، درباره کودکان کار، درباره گورخواب‌ها و کارتون خواب‌ها، درباره کولبران و سوختبران مجروح و درباره قتل عام دارایی‌ها و منابع و طبیعت و محیط زیست و همه دارایی‌های یک ملت اسیر. پیروی از امام حسین نجات همین مردم ستم دیده است. پیروی از امام حسین برچیدن بساط ارتجاع و دجالیت و دین فروشی است. آری، پیروی از امام حسین نبرد برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. می‌کنیم که آرمان او را که آرمان آزادی و آزادگی و نفی استبداد و ستم و بهره‌کشی است راه نمای عمل خود قرار بدهیم. ما عهد می‌کنیم که راه رهایی را که زینب کبرا پرچمش را برافراشت تا به آخر ادامه دهیم. ما عهد می‌کنیم که تا جان در بدن داریم از مسعود و آرمان او دست بر نداریم و آرمان او را که آرمان آزادی مردم ایران است محقق کنیم. مرد بر اصل ولایت فقیه. سلام بر حسین علیه السلام، پیامبر جاودان آزادی. سلام بر زینب کبرا. شو
شهیدانش، همه جا استاده به پیمانش، بدهد او دار و ندارش رو به ره آزادی ایرانش. راه حسین در ایران راه مجاهدین است، رسم